زمانی که ما شروع به انجام این کار کردیم مطمئنا خیلی باعث تعجب مردم شده بود که اصلا هم چیزی مگه امکان داره. در نگاه اول شاید خنده‌دار باشه، اما به همت این جوان سرانجام به خط تولید رسید. اینجا مزرعه ما الان در حال حاضر 60 رأس الاغ هست که 40 رأس مولد داریم و تولیدمون میانگین بین 10 تا 12 لیتر در روز هست. در این مزرعه برای 5 نفر هم شغل ایجاد شده و در فاز اول شیر تولید میشه، محصولی که در مرکز تحقیقات کشاورزی نیز مورد آزمایش قرار گرفته. ترکیبات شیرش به دلیل اینکه قند کمتری نسبت به شیر گاو داره و از لحاظ پروتئین و اسیدهای آمینه بسیار نزدیک به ترکیب شیر انسان می باشه، برای همین در درمان بیماری ها و مصرف انسانی مصرف داره. شیر الاغ بیشتر جنبه دارویی داره، از رفع بیخوابی و درمان سوزش چشم تا رفع لکه های پوست و بسیاری درمان های دیگر. یکی از درمان های بسیار مفید برای بیماران ریوی هست، به خصوص کسانی که سرفه های خشک کهنه و طولانی مدت دارن، به این بیماران خیلی کمک میکنه. افرادی که تب های بالا دارن و این تب ها کنترل نمیشه، این نوع شیر خیلی کمک کننده هست. شیر الاغ در بسیاری از کشورها از فراورده های گران محسوب میشه. لذا هر لیتر این شیر با توجه به که خواص دارویی داره و مقدارش کم هست، بین 30 تا 35 هزار تومان در استان فارس و در استانهای تهران تا لیتری 70 الی 80 هزار تومان هم فروش میره. آقای بزرفکن علاوه بر تولید، اشتغال و تغییر نگاه، اهداف دیگری هم داره. هدفهایی رو که داریم یکی همین بحث‌های تحقیقاتی هست که به صورت تیمی و گروهی میخوایم این تحقیقات رو انجام بدیم و بحث فراوری محصولاتش رو انجام بدیم که بتونیم حتی علاوه بر بازارهای طب سنتی در ایران، بتونیم بازارهای صادراتی رو هم در آینده بتونیم یه مقدارش رو به دست بگیریم. هرچند در دهه‌های اخیر و با ماشینی شدن جوامع الاغ تبدیل به حیوانی غیر مفید شده بود، اما با توسعه مزارع پرورش الاغ این حیوان دوباره به چرخه تولید برمیگرده. محمد حق‌پرست، خبرگزاری صدا و سیما، خرامه.